سازمان ملل و اتحادیه آفریقا حمله به اردوگاه پناهجویان در حومه ترابلس پایتخت لیبی را به شدت محکوم کردند. در این حمله هوایی حداقل 40 نفر از پناهجویان آفریقایی کشته شدند و نهاد امور پناهندگان سازمان ملل نیز از کشورهای اروپایی خواست پناهجویانی را که از آب‌های دریای مدیترانه نجات می‌دهند به لیبی باز نگردانند. گزارشی از سیران شرفی. اردوگاه تجورا با تقریبا 600 پناهجوی آفریقایی در حومه جنوبی ترابلس پایتخت لیبی قرار دارد و حداقل 40 پناهجو در حمله هوایی به آن کشته شدند. در این حمله بیش از 130 نفر زخمی شدند و سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید آن نهاد از چند ماه پیش خواستار تخلیه اردوگاه تجورا شده بود. این تراژدی کاملا قابل اجتناب بود. میدانیم که نزدیک به 600 نفر در آن اردوگاه بودند که حداقل 40 نفر از آنان در این حمله کشته شدند. به دلیل شرایط آن محل چند ماه پیش خواستار تخلیه اردوگاه شده بودیم، اما به خاطر وقوع جنگ در حومه پایتخت لیبی مقام‌های لیبی از این کار خودداری کردند. در چند ماه اخیر نیروهای فیلد مارشال خلیفه حفتر فرمانده خودخوانده ارتش ملی لیبی شهر ترابلس پایتخت دولت قانونی لیبی را از جنوب و شرق محاصره کردند. اما هنوز فردی یا گروهی مسئولیت حمله هوایی شب گذشته به این اردوگاه را قبول نکرده است. اردوگاه پناهندگان فاصله کمی با یک انبار تسلیحات و مهمات دارد و احتمالاً به صورت سهوی هدف حمله هوایی قرار گرفته است. یورش و اهداف نظامی که در مناطق غیر نظامی یا نزدیک به آن قرار گرفتند خلاف قوانین بین المللی است و طرفین این جنگ نیز باید جدن از این کار پرهیز کنند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین خواستار روشی جدید برای مقابله با بحران پناهجویان آفریقایی در قاره اروپا شد و از کشورهای اروپایی حاشیه دریای مدیترانه خواست با توجه به ادامه جنگ و ناآرامی در لیبی از بازگرداندن پناهجویان و مهاجران به آن کشور خودداری کنند. سیران شرفی، صدای آمریکا.